یکی از آوازخوانان افغانستان که البته نسبتا مطرح است، در صفحه فیسبوک خود یک چیز نوشته است که در واقع شایسته جوان مسلمان نیست. حالا بگذاریم که نوشته این جوان به شما بخوانم، چون نوشتهش نسبتا طولانی است، اما نکاتی که قابل تأمل است در واقع اما قسمتش هم میخوانم. نوشته است که یکی را میدهی میلیاردها دلار که از پول زیادش هزاران ظلم و ستم را میکند، دیگر را نان و آب برای خوردن نمیدهی، کودکانش از گرسنگی میمیرد. من از خدا یک سوال دارم، تو وقتی من را روز قیامت به خاطر گناهانم جزا میدهی، خودت را کی محکمه کنند و جزا بدهند؟ میدانی چرا؟ خودت در قرآن گفتی که یک برگ از درخت بدون اجازه من نمیافتد. جدی؟ الله جان، هیچ کاری بدون خاص تو در این دنیا امکان ندارد. اوکی، بسیار خوب، پس مقصر تویی الله جان. خب تو خواستی گناه من چیست؟ و در اخیر نوشته کرده که نوشته است این باورهاست که ما در آتش هستیم و سالهاست می سوزیم. در نوشته آقای آرش چند چیز قابل تأمل است. قبل از اینکه روی اون بدبختی ها و بیچارگی ها و ظلم و صدم و بالاخره نمی فهم افتادن سقف آسمان بر ما، قبل از اینکه روی اون صحبت کنم، چند چیز در ابتدا جا داره که بس هم شما برسانم. اولی که گفته یکی را میلیاردها دلار که از پول یکی را میدهی میلیاردها دلار که از پول زیادش هزاران ظلم و ستم را میکند. الله متعال کسی را پول ثروت دینار نمیده بخاطر که ظلم و ستم را بداره، در حالی که داستانهای افراد اشخاصی که نسبت به این کسانی که مطلوب نظر خودت است گویا اینا میلیاردر هستن، از اینا کرده ثروتمندتر در قرآن. اگر خوانده باشی، اگر قرآن خوانده باشی با معنا با تفسیرش، بهترین نمونهش قارون است. الله متعال میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. خودت که میگی میلیاردها رو پمیتی به خاطر ظلم و فساد در روی زمین، الله متعال فساد پیشگان دوست ندار، برچسب ناروای که برداشت خودت است بر الله متعال میزنی. الله متعال قارون میگه که کلیدهای خزانش سو، این باری که قصص بخونید آیه های پایانیشم از یک منطقه به منطقه دیگه حمل میکرد، ولی دنیای بدون شک فراموش نکو، ایست از دنیا، ولی نیکی کن همان طور که الله متعال در حق تو نیکی کرده است. نیکی کن چی است؟ بل الله متعال ثروت تبته نه، بالاخره مصدر خدمت واقع شد و این ثروت پول هنگفته در رای سعیش مصرف کردن است. در کل قرآن بگدین والله لا يحب الفساد ولا تبغی الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. تا دلتان بخواهی در قرآن آیات این چنینی داریم، زمین فساد نگن، الله متعال فساد پیشگان دوست، الله فساد دوست ندارد، ظلم و تعدی و تجاوز دوست، الله ستمکار ظالم و خونخوار دوست ندارد. پس این برچسب ناروای خودت که یکی را میدهد میلیاردها دلار برای فساد، برای ظلم، برای ستم. الله متعال ظلم در حق بندگانش حتی خودش روانه میداره، اون چی برسه که بنده در حق بنده ظلم کنه. دوم گفتی که من از خدا یک سوال دارم، تو وقتی من را در روز قیامت به خاطر گناهایم جزا، الله را سپاس، حداقل میفهمی به خاطر گناهانم، تو را به خاطر تی الله متعال، به خاطر چی الله متعال عذاب میکنه؟ به خاطر تو حق بیچاره مظلوم مسکینی که در سطر اول نوشته اشاره کردی، تو را به خاطر زید روز آخرت الله متعال عذاب میکنه که تو هزارها میلیارد دلار را که از خون ملت، جان ملت معامله کردی، بالاخره به بدترین شکل حق و حقوق مستمندان رعایت نکردی، پول پیسه و درهم دینار اونا رو بنا حق کردی، الله متعال تو رو به اون سبب مجازات میکنه و خودت کی محکمه کنه و جزا بده. اگر مسلمان هستیم این از دو حالت خالی نیست، اگر مسلمان هستیم این بیادبی گستاخی از در شأن الله سبحانه و تعالی پروردگار، حتی آوردن این کلمات و عبارات به زبان اگر از روی فهمیدگی باشه بفهمی که من چی میگم، واقف باشی بر گفته هایت، این در واقع انسان از دین بیرون میکنه. اگر نفهمی از روی جهالت باشه تو مرتکب گناهی کبیره شدی. از
پروردگار تو چی کسی عذاب میکنه، تو چی کسی جزا میده؟ این بیادبی و گستاخی در شأن الله متعال است. پس وجود ما مزد و علت خالی نیست. یا مسلمان هستیم و باورمند هستیم به آن چیزی که الله و پیامبرش آورده است، که اگر چنین باشه ما این کلمات عبارات شایسته ما نیست که به زبان بیاریم که خشم غضب الله متعال برانگیخته شود. و اگر مسلمان نیستیم باز بله دیگه، اون یک بحث کاملا جدا است. بعد ادامه گفتی که الله جان هیچ کار بدون خواست و دو در این دنیا امکان ندارد. اوکی بسیار خوب، پس مقصر توی الله جان. خب تو خواستی گناه من چیست؟ متاسفانه برداشت های نادرست ما از متون شریعی سبب دلالت و گمراهی میشه. حال هدف ما بلغز این برادر نیست. تمام کسایی که در واقع کلمات عبارت از روی جهالت نادانی به زبان میارن و همه اونا این مسئله برمیگردن. با ارزشمندترین چیز به نزد یک فرد ایمان است. در ایمان آوردن الله متعال تو را مخیر قرار داده است. سوریم بارکی کف و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بگو حق از جانب الله متعال به سوی شما آمده است، از جانب پروردگار تان آمده است. کسی که میخواهد رای سعادتمندی در پیش بگیره و کسی که میخواهد رای دلالت، اردو وحدین هن نجدین، ما دو را در جلب فرزندان آدم قرار دادیم. رای سیومی وجود نداره، یا رای سعادتمندی است یا رای شقاوت و بدبختی است. پس از روی از کجا در واقع نوشته کردی که گناه من چیست؟ تو به عنوان یک موجود با تعقل، به عنوان یک موجود با درایت متفکر، الله متعال دورار در جلوه واقع نقطه تمایز بین ما و حیوانات تعقل ما است. کل قرآن، هر صفحه قرآن شما دور بتین الله متعال افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یتفکرون، افلا یشعرون، افلا تشعرون. ما خوب مثل حیوانات نیستیم که لگام ما را هر کس بر سمت کش کرد و به اون سمت راهی شویم. ما انسان هستیم صاحب بصیرت و بصارت. پس به سبب اعمال خودمان الله متعال ما را در روز آخرت عذاب میکنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. آنچه که بر تو خیر میرسانه برای رسیدن به او سعی تلاش کن و در این را به الله متعال توکل کن و زبون بیچاره و عاجز نباش. پس بدبختی من و تو و او کودکایی که از گرسنگی میمیرن، او زنی که در فراق نمیفهمم اولاد و فرزندش و شوهرش گریه میکنن، عاملش کی از خدا است؟ نه، عاملش تو هستی، عاملش ما هستم. عاملش تو هستی که کنسرت های متعدد مثلا برا انداختی، کنسرت های متعدد. چقدر خیرت رسیده با مردم، چقدر به عنوان یک موجود رسالتمند و اصالتمند احساس مسئولیت کردی در برابر امنوش. ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقات و استغان و ریشه ای. بنابراین و الیس للانسان الا ما سعا، سوریم بارکی نجم، به انسان نمیرسه مگر این که آن چیزی که خودش سعی تلاش کرده. پس چیزی را که خودت اینجا فرمودی که پروردگارا من مقصر من نیستم، چرا؟ مگر سنگ استی، درخت استی، چوب استی که کس تو رو به هر سمت و سوی کش کرده، برای خب با اون سمت راهی شدی. من میتونم من میل ازم مرتکب فساد شم، اینه میل ازم مرتکب الله متعال دو راره در جلو مسیر ما قرار. ایمان با ارزشترین چیز و نجات دهنده است. الله متعال در بس مسئله ایمان آورده نیست، تو رو مخیر قرار. و قل الحق من ربکم، حق از جانب الله متعال و سوی شما آمد. و اگه یک نتیجه گیری کلی کرده باشیم، ما بر خودت یک کار خانگی میدونم و او کار خانگی ای است. بیا از آیه 67 سوره مبارکه از زمر تا آیه های پایانیش که 74-75 است بخوان، تأمل کن، جواب مواردی را که نشته کردی همیشه انشالله پیدا میکنی. چون فرصت کم از نمیخوایم کلیپ طولانی شوه. از او جمله الله متعال مواردی که مهم است ما شریک میکنم. و ما قدر الله حق قدره. الله متعال آنچنان که میبایست بشناسن نشناختن. من تو الله متعال آنچنانی که میبایست عبادت کنیم، جایگاه و شانش احترام بگذاریم نشناختیم. این آیه کلام الله مجید سوی بار که از زمر است.
یعنی به ایمان اون یکی گفتیم که خدای اگه تو را محکمه کنیم چی، اون یکی که تو را جزا بدیم، اون یکی یک چرند و یک خزبلات، یک الله متعال میگه آنچنان که الله شان الله متعال در بیافن اینا نیافتن. آله بعد بس مسئله برپا شدن قیامت است. الله میگه ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. بعد زمانی که دوباره دون به سوره میده میشه قیامت برپا میشه. و چیزی که مهم است ادامه این آیات است. الله متعال مهربانی میکنه در آن روز کتاب نامه پرونده نامه اعمال انسان گذاشته میشه، پیامبران به شهادت برپا میخیزن و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. کسایی را که خودت میگی که والا این یکی بدبخته، اون یکی میلیاردر، و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. چند دنیای الله متعال را در واقع سبب امتحان من و تو گشتانده است، این ما را غره نکنه و گمراه نشیم. الله متعال میگه ما مرگ و زندگی را آفریدیم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا معلوم شود که کی چی انجام میده، چی عمل انجام میده. اینجا دار ابتلا و آزمایش است. باج که الله متعال بر تو اختیار دارد، صاحب بصیرت است، بصارت، تعقل، اندیشه، فکر، همه چیز بر داده است و در کنارش به طور تشویق و ترغیب هم کرده. کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولی الالباب. چی آیه های زیبا و جذاب و حسینه که انسان هضم میبره. این کتاب به خاطر این نازل شده، مبارک، کتاب مبارکی که آیات مبارک داره، تا در آیه هایش تدبر و تأمل شوه و صاحبان اندیشه و عقل متذکر شوند. ولی یتذکر اولو الالباب، صاحبان اندیشه و منطق و خرد. او کس که ستم میکنه از دید اسلام بیا، در قالب اسلام بیاند. کس تعدی، ظلم و تجاوز، شما چرا برچسب میتین اعمال شخصی و فردی افراد را که دنیا اینا را متای دنیا اینا را گمراه کرده است. و وفیت کل نفس ما عملت و هم و هو اعلم بما یفعلون. سبحان الله. و هر کس هر چیزی را که انجام داده است الله متعال میگه به طور کامل بهش داده میشه و بسنده است و وفیت و کفایت کننده خواهد بود، بهش بسنده خواهد بود، به طور کامل داده میشه آن چیزی را که انجام داده. و الله متعال نسبت به آن چیزی که اینا کردن علم داره. و بعد ادامه آیه کسایی که ستم کردن مسیرشان مشخص است و کسایی که در واقع اعمال خوب انجام دادن مسیر اونها مشخص است. و جالب موضوع این است که الله متعال از کسایی که مستحق مستجب جهنم میشه بهشان میگه که آیا پیامبرای ما به سوی شما نامد که یتلون علیکم آیات ربکم، که بر شما آیات های پروردگارتان تلاوت میکرد و شما را از آمدن چنین روز میترسانید؟ میگن بله آمد. خب ما سعادتمندی و کامیابی پیروزی را در مال دنیا میدیدیم. بله. پس دوست عزیز، قبل صد بار بیندیش یک بار بینداز. ناکارایی خود، ظلم خود، در واقع تعدی خود، حقوق دیگران را مراعات کردن، هم مراعات نکردن، هم مزیره در الله متعال خلاصه نکنیم. الله متعال ظلم و ستم بر کسی نمی پسنده و خودش هم در حق بندگانش ظلم نمی کنه. پس دنیا محل ابتلا و آزمایش است. چی کسایی که از دیدگاه خودت و امثال خودت انسانان بدبخت باشن ولی به نزد الله متعال محبوبن و مستوجب بهشت. چشم توسته که چند سال عمرت است، ممکن 35-40 سال عمرت بوده باشه و متباقیشان به می سرعت میگذره. نیابی عمر عزیزی که میرود برباد، این سرعت میگذره. و ما هستیم که به پیشگاه پروردگار که امروز بسیار جسورانه و همچنان ناعادلانه و فیصله های ناعادلانه که در واقع افق دید ما آنقدر کوچک است که مباحث برای گفتگوی علمی متون شریع و قرآنی در باقی نمیگذاریم و میمیم از یک روزنی بسیار خرد و کوچک الله متعال در واقع ما قضاوت میکنیم. در آن روز همه چیز روشن و واضح خواهد شد. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. به اندازه یک ذره از دید الله متعال نه در چیزی در آسمان ها نه در زمین پنهان نمیمانه. ولا الله متعال نه بزرگتر از آن و نه کوچکتر مگر که در کتاب مبین و آشکار ثبت است. به اندازه یک ذره سوره مبارکه کهف
الله متعال میگه زمانی که پرونده نامی اعمال اینا گذاشته میشه، وقتی که مجرمان این نامی اعمال خدا میخونن، میگه مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، هیچ عمل خرد بزرگ نبوده مگر این که در آن نوشته است، نوشته شده است. پس بیاین که فکر کنیم که ممکن حق مظلوم ما خورده باشیم، ما انسان نابکار باشیم. الله متعال در قرآن همیشه بد کار و جد و جد و سعی و تلاش و علم و بالاخره رساندن خود به قلعه‌های موفقیت مسائل دنیوی، یکی از دعای جامعه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همی بود، پروردگار در دنیا حسنه و در آخرت حسنه، ما را از عذاب جهنم نجات بده. و در اخیر به آقای آرش کارخانگی میدم. در کلام الله مجید، البته با برداشت هایی که خودت داری، در کلام الله مجید یک آیه پیدا که از 10 و 15 و 20 میگذاریم، یک آیه پیدا که الله متعال با دزدی، رشوت، با قتل، خونریزی، بردن مال یتیم، کشتن فرد بیگناه و همچنان بردن اموال مردم، غارت کردن و چور و چپاول دستور داده باشه. یک آیه پیدا کن و من حاضر هستم که با تو گفتگو کنم. کلای متعال به چیزایی که تو تذکر کردی که آه بله میتونین بر مردم ستم کنین، میتونین مال مردم رو بگیرین، که جسارت پیدا کردی به شأن الله متعال که پروردگار تو کی محکمه کنه. چرا الله متعال گفته که دزدی کو، الله متعال گفته مال یتیم ببر، الله متعال گفته که حق بیچاره ها و مستمندا و مساکین بخوا، در حالی که الله متعال هشدار میده که توانایی داشته باشی، توانایی داشته باشیم، ناتوانی را دستش نگیر، الله متعال در روز آخرت از تو سوال خواهد کرد. چیزی را که امروز شما به نام انسانیت میایین پیرامونش صحبت میکنین، الله متعال بالاتر از اون احکام در قرآن واضح کرده. یک آیت نشان بده که فلانه آیت الله متعال گفته که حق یتیم بخورین، الله متعال گفته دزدی کنین، الله متعال گفته رشوه بخورین، الله متعال گفته نمیفهم بزن خود دلارای مردم آورین، الله متعال گفته که مساکین بدبخت باید نمیدونی. یک آیه پیدا کن، این کارخانگیت باشه. السلام علیکم.